سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. جلسه هفتم CSS در خدمتتونم. این جلسه میخوایم این سایت رو کار کنیم. ولی قبل از اینکه این سایت رو شروع کنم میخوام یه نکته رو بگم. اول اون رو درس میدیم، بعدا میریم سراغ طراحی این سایت. خب ببینید، اکثر سایت ها میان چیکار میکنن؟ میان عناصر صفحهشون رو جوری میچینن که نگاه کنیم من الان صفحه‌مو کوچیک بزرگ کنم، نظم و ترتیبش به هم نخوره. نگاه کنیم من الان صفحه‌مو کوچیک کردم، این عناصر من نوشته هامو باطنم اینا به هم نخورد، جا به جا نشدن. نگاه کنیم یا بقیهش به همین ترتیب، یا اگر صفحه‌تون خیلی بزرگ باشه باز به همین ترتیب. فرض کنید شما یه سطحی دارین، بعد یوزرتون مانیتورش بزرگه، میخواد اون سطح رو بخونه، دچار مشکلی میشه، یعنی خط رو گم میکنه اگه بخواد صفحش خیلی بزرگ باشه. خب ما اگر بیایم اینو جوری تعریف کنیم، همه رو یه جا بچینیم و مرتب بچینیم، مثلا به صورت سطح ستونی درستشون کنن بچینن، اون وقتی که مشکل حل میشه. نکنیم مثلا اینو یه سطح میگیرم که 4 ستون داره، یا بالایی رو مثلا یه سطح میگیرم که 2 ستون داره. اینا خیلی توی مرتب بودن سایتون کمک میکنه، کارتون رو راحت تر میکنه دیگه. هر دفعه نمیخوام بگین که مثلا بعضیا برن سمت چپ فلوت بشن، چپ یا فلوت بره سمت راست بشن. نکو اینا به همین ترتیب یه سطح میگیرن که 2 ستون داره. حالا بیام تا پایین ببینیم، یا این یه سطحی که ستون نداره میگیریم، یا پایین تر بریم نکنی الان اینجا یک سطح با 3 ستون میگیرم، اینا به همین ترتیب. این سایت من بیشتر از 4 ستون نمیخواد. نکن الان بیاریم پایین تر، یه نهایتاً تا 4 ستون میگیریم. پس میام تا 4 ستون رو براش تعریف میکنم. نکنیم میخوام یه همچین چیزی بشه، مثلا برای قسمت هدر من یک سطرم رو تقسیم به 2 ستونش کردم، اسمشو گذاشتم کل یک آفتو، یعنی ستون یکم از دو قسمت از دو تا ستون. این یه دونه ستونشه. یا بعدی اومدن تقسیم به 3 تاش کردم، پس میگم که اسمشو گذاشتم کل یک آف تری، یعنی از این هر کدومش از 3 ستون یه دونه از این ستون هست. اینم به همین ترتیب، اینم از 3 ستون یه دونه است، ولی این یکی نکن، این یکی دو تا ستونه، این نکن 2 ستونی کنار هم شده یکی از اینا، پس 2 تا از 3 ستونه. بعد اندازه‌اش تو CSS میگم چجوری باید بنویسی. یا پایین نیا کنی اینو به 4 قسمتش کردم و هر کدوم کل 1 از 4 زدم، 1 of 4 1 of 4 نیا کنی. ولی این یکی ببینید 2 ستون یک به 4 قسمت دوباره اینم شده، اینجا 2 ستون 1 از 4 زدم، کل 1 of 4 و کنه 2 of 4، یعنی این 2 تا از 4 تاست، این 2 تاست با هم دیگه میشه یه دونه از اینا. اینم هم همینطور 1 از 4 تا و این یکی با 3 تا از 4 تا. چون این برنامه من، این سایت من تا 4 تا بیشتر ستون نمیخواست، من تو همین 4 تا رو طراحی کردم. حالا میگم برای درست کردن این، پس قبل از اینکه من این سایت طراحی کنم اینو اول یاد بگیریم که چجوری درست کنیم، بعد سری بعد میگم باز حالا به جای هر کدوم از اینا عکس و تصویر خودمون میذاریم. خب این از این و خب شروع کنیم به نوشتن. اولین چیزی که میخوام درست کنم، خب یه سکشن میام میذارم، یه تگ سکشن که توش حالا فعلا کلاس را نمیذاریم، فقط اینو میخوام تعریف کنیم که توش میام سطح ستون همون میذاریم. خب یک تگ دیگ میذاریم که میخوام اولی یک سطح میخوام بگیرم دیگه، از نوع کلاس رو باشه. حالا بعد اینو در طول برنامه وارد تنظیمش میکنیم. خب این کلاس رو داخل اینو میخوام درست کنم. ببینید دوستان اینو میخوام درست کنم، یک از دو تا داخل یه دونه سطح 2 ستون توش داره،
خب پس بعد داخل این دیو کلاس روم هم دو تا ستون داشته باشه. بعد دو تا دیو میذارم، کلاسشو میذارم کل یک از دو. این از این اینجا می نویسم که این سطرمه، ستونمه. خب این تا اینجا دیگه چیکار میکنم؟ برای دومی درست میکنم، اینم همین کلاس رو میذارم. میتونین همین رو اصلا کپیش کنیم. به این ترتیب. خب این از اولین سطر، پس این تکش رو میبندم. حالا سطر بعدی من کجاست؟ اینه، یک از سه. نیا کنیم به سه قسمت میخوام بشه. دوباره پس یک سطر دیگه درست کنم، اینم کلاس رو بذارم رو. داخل این یک ستون درست کنم با کلاس یک از سه. خب اینجا می نویسم به این ترتیب. خب این سطح منم تمام میشه. نکن این سطح دومی هم نوشتی. حالا میرم سراغ سومی. اینم یک از سه، فقط این یکی دو تا از سه تا میشه. خب پس دوباره یه سطح دیگه میخوام، اینو کلاسش هم دوباره همون رو سطح دیگه با. کلاسشو میذاریم ستون یک از سه. ولی برای بعدیش نکنیم، بذاری با کپیش کنم. بعدی رو میگیریم دو تا ستون از سه تا، نمیذارم دو تا از سه. خب اینم تمام میشه، پس این سطرم هم تمام شد. سطر بعدی نکن، این چهار قسمتش کردیم، هر کدوم میشه یک از چهار. خب میایم اینجا خب اینم یک کلاس رو. دوباره سطر بعدی خب اینم میذاریم یک از چهار. یک آف فور. خب اسمشم به همین ترتیب. حالا اینو یک کپی میگیریم و چهار تا از این خب چهار تا از این داریم. این سطر من پس تمام میشه، میرم سراغ سطر بعدی. ببینیم این سطر بعدی باز دوباره دو تا یک از چهار داریم و یه دونه دو تا از چهار تا داریم. پس بیاییم یه
یه دونه دوباره دو تا از اینا دوباره داریم. آره و یه دونه هم که 2 از 4. پس این میمسم 2 تا از 4 تا. خب این که تموم میشه و سطر بعدی رو ببینیم. یه دونه از 4 و یه دونه 3 تا از 4 تا، یعنی 3 تا ستون با هم دیگه از 4 تا قسمت ستونی که داریم. خب اینم دوباره یه سطر دیگه بس درست میکنیم. و اینم از سطرمون و کاش همین کپی میکردیم. اینو بعد بزنم 1 از 4 و بعدیش هم که بزنم 1 از 3 تا از 4 تا. به این ترتیب نکنیم 3 تا از 4 تا. خیلی خوب، این از این طراحی کد شملمون تمام میشه. حالا میرم سراغ CSSش که از سکارم CSSشه. خب میخوام برای CSSش چیکار کنم؟ تمام اینایی که اینجا برده براش گذاشتم و فاصله تعیین کردم و فاصله های بینش، نه همه این تنظیمات رو تو CSS انجام میدیم. میایم اینجا فعلا. خب میام میگم چیکار کنه. ببینید اول از همه میام میگم این تغییرات رو برای همش اعمال کنه. پس ستاره و دیگه چیکار کنه؟ دوباره برای تمام 4 تا نقطه افترها، اگر افتری هم داشته باشین، اعمال کنه. و دوباره ستاره 4 تا نقطه و بیفور، اگه بیفور هم باشه باز این تغییرات رو اعمال کنه. پس آخرات باز بسته. خب میگم همه رو بیاد اون سری قبلا گفتیم، میگم اول مارجینا رو همه رو صفر میکنیم به خاطر اینکه در طول برنامه اصلا مارجینگا و پدینگا رو همه رو صفر بدیم که این اندازه ها به هم نخوره. پس پدینگ هم میدم صفر. و از طرفی گفتیم که باکس سایزینگش هم به خاطر چی این کار رو میکنیم؟ باکس سایزینگش رو میذارم وردر باکس. چرا این کار میکنیم؟ چون وقتی که پدینگ و مارجینگ و اینا بهش داده میشه، به باکسمون داده میشه، اندازه های باکسمون هم تغییر میکنه. ولی اگه من بزنم باکس سایزینگمون بشه بوردر باکس، اندازه هایی که تغییر نمیکنه، فقط فاصله ایجاد میکنه تو خود باکس. پدینگ و اینا رو تو خود باکس ایجاد میکنه ولی باکس بزرگتر نمیکنه. خب حالا میایم برای بادی مینویسم. میگم که اولا یه فونت فامیلی براش بزنه که اگه یادتون باشه فونتشو گذاشته بودیم روبوتو. حالا اونو بعد بیام بشینم روبوتو رو بیارم بزنم تو برنامه. خب ببخشید داخل کوتیشن بعد بذارم. خب این از فونتمون. و از طرفی هم یه فونت سایزم بیان بهش میدم حدوداً 16 پیکسل. ببینید چون این فونتش رو بوتو کردم باید اینجا فراخوانیش کنم تو برنامه. حالا چون من تو برنامه های قبلیم رو بوتو رو آورده بودم، ببینم همونجا لینکش رو میارم. اگه نه شما طبق سری قبل گفته بودم بعد چیکار کنین، میرین تو سایت خود فونت
فونتی که میخواین لینک شده برمیداریم، بعد میان اینجا پیستش میکنیم. سه بودیم ببینیم. کنترل وی میزنیم و فایل سی اس اس هم بیام فراخوانیش کنم. خب برای فراخوانی فایل سی اس اس تو میوشیم لینک آر ای ال و استایل شیت و اینجا هم که آدرس رو مینوشیم. خب تو پوشه CSS تونه و استایل دو اسم فایل ما. خب اینم از این. خب حالا بیایم اینجا. پس روبوتورم توی لینکشو گذاشتم توی برنامه. خب و رنگش هم بیام اول مشکی کنم که برای اینکه کالر رنگ فونتش رو بیام بزنیم بلک. بعد این تغییرات رو میتونیم دوباره اعمال کنیم. حالا چیزی که مهمه، میخوام این روبو رو بهش ببینیم، این سطرم رو میخوام اتیبیتش رو براش بنویسم. خب دات روب باید تمام روها این اعمال میکنه، چون همشون سطحشون تکراسش رو بود دیگه. میگه ماکسیموم ویدی که میگیره، بیشترین عرضی که میتونه بگیره، این استانداردش رو 1140 پیکسل من میگیرم که استانداردش 1040 پیکسله. اکثر سایت ها ماکسیموم ویدی میگیرن 1140 پیکسل. خب میگم که مارجین کنه 2.3 و اوتو این میارش وسط صفحه میذاره الیمنتاتون و عناصرتون رو. این از این. حالا دوباره میمیسم رو بعد نکنیم. میخوام این کار بکنم، میخوام یک سری فاصله هایی بگم اینجا ایجاد کنه به غیر از سطر آخری. حالا بهتون میگم چرا سطر آخری نباید. مثلا میخوام بگم که از پایین میخوام فاصله بندازه، از این سطر تا سطر پایینی فاصله بندازه. خب بله سطر پایینی رو نمیخوام فاصله بندازه. اینو بیام چجوری مینویسم؟ بیام میگم مارجین کن رو توی کلاس رومون 2 نات، یعنی به غیر از دوباره 2 این میمیسم لست چالد. حالا الان باز دوباره توضیح میدم یعنی چی. حالا مارجین کنه از طرف باتن، یعنی از پایین 80 پیکسل از پایین الیمنت پایینی فاصله بندازه. نکنی؟ حالا بیم نکن. وقتی میگم که not last child، last child آخرین، last childش آخرین فرزند رومن این پایینی هست دیگه، درسته؟ همه اینا چالداش حساب میشن، این آخری میشه last childش. میگه از فقط همین رو مارجین باتنش رو 8 پیکسل گذاشتم، همین رو 80 پیکسل این پایینی رو روش اعمال نکنه. پس این اتریبیوت رو تمام روها اعمال میکنه به غیر از لست چایلد، به غیر از آخرین روومون. پس اگر بخوام آخرین روم اعمال نشه 2 نات پرانتز باز 2 لست چایلد. این از این. و حالا بعدی میگم که دات رو
این رو کنی، این علامت رو میذارم، بعد می‌نویسم کلاسه، دوباره این علامت و مساوی با کل و خط فاصله. اینم یاد بگیریم ببینیم این یعنی چی. خب میگه برای تو که سطر روبتون که هیچی، تو که کلاس ستون هایی که تو سطر روب هستن، خب این اعمال کنه. میگیم اینجا بود، اینجا یک اینو پاکش کنیم. خب میگم کلاسه، یه علامت هشت کوچیک بالا میبینی، بعد مساویس با کوتیشن کل خط فاصله، یعنی برای کلاس های تمام اونایی که اولش کل خط فاصله داره. چون من کلاسمو اینجای تعریف کرده بودم دیگه، نیا کنیم کلاسمو نوشته بودم کل یک آف تو همشون اینو داشتم، کل خط فاصله رو داشتم، این تو همشون مشترک. پس میگم که برای تمام کلاس هایی که اسمشون، اسم کلاسشون کل یک باشه، این تغییرات اعمال کنه. حالا تغییراتمون چیه؟ این اتریبیوت رو اعمال کنه، همه رو بذاره اولا که فلوت کنه سمت چپ. خب پس همه هم میره سمت چپ. این از این، یه بردرم به همه شون بده که بزنم یک پیکسل. حالا برای اینکه خوب دیده بشه بردر کمی تیره میذارم، بلک میذارم، بلک. یک هاشی هم بهشون بده، پس همه رو برو سمت چپ و یه هاشیه بهشون داد. نکنید وقتی همه رو شما فلوت میکنیم، اون دیو والد جوی در نظر فکر میکنه که اینا نیستن، به خاطر همینیت هایدش رو صفر در نظر میگیره و اینا دیگه دیده نمیشن. برای اینکه هاید رو صفر در نظر نگیره، بعد بیاین روی روب آب فلو بدیم، یا اینکه بیاین چیکار کنیم، استانداردش اینه، اینه در نظر بگیر، اینه میتونید تو تمام اینه یاد داشته باشین، همه جای اینو استفاده کنیم. روب دو نقطه افتر، بیاین که از این استانداردش استفاده کنیم. بعد بیاین کانتنتشو اینو همین جوری که هست یاد بگیریم. خب و کانتنتشو خالی میذارم، دیسپلیش هم میذارم تبه و کلیرش هم باز. این یه قانون کلیه. خب پس این به خاطر اینکه آب رو فلو بشه، یعنی اینا چون فلوت کردیم دیزیبل نشن، قابل مشاهده باشن، وگه نه هایدش رو صفر میگیره اگه این کار نکنیم، هاید رو بتونه صفر میگیره. خب حالا اینا رو کم کم باز هی باشون کار میکنیم، تکراری میشه براتون و جا میفته. این از این دیگه، میریم سراغ بعدی. دوت دوره برای کلاس رو. حالا دوباره علامتی میخوام چون از همش استفاده کنیم. کلاس بگیم برای تمام کلاس های باز دوره یه علامت مثل علامت توان، مساویس با کوتیشن باز کل خط فاصله. حالا میخوام بگم از سمت راست فاصله بندازه، نکن میخوام بگم باز تمام اینا از سمت راستش فاصله بندازن، اینجوری نکن تمام اینا ببینی از سمت راست فاصله بندازن که از این بعدی فاصله بیفته، به غیر از این آخری ها نمیخوام فاصله بندازه، چون اونم فاصله بندازه یه دفعه اینتر میذاره میاد خط بعدی تنظیماتون به هم میخوره. پس ما آخرین چالت این اعمال نشه، پس تو همه اینا اعمال بشه به غیر از
دو نقطه نات آخرین چال نات پرانتز باز دوباره دو نقطه لاست چال اینجوری میشه. از اینو پروفشو پاک کنیم. خب پس تمام ستونهایی که کلاسشون کل خط فاصله اولش داره تمام اعمال بشه به غیر از آخرین چالدشون. خب آکورات باز بسته. خب میخوام میگم از سمت راست فاصله بندازه، پس میگم مارجین رایتم، مارجین رایتم باشه چقدر؟ 60 پیکسل بین هر ستون هم میخوام فاصله باشه، مثل اینا 60 پیکسل رو ده فاصله گذاشته. این از این تنظیماتش. حالا یکی یکی میام هر کدوم از اینا رو تنظیم میکنم. الان کلاس کل یک آف دو هم، یعنی ستون یک از دو، اینو میخوام بگم اندازه هاش چجوری باشه. میگم که اینو خیلی مهمه، حتما باید اینا رو تمرین کنیم تو خونه. رو کلاس کل خط فاصله یک آف دو، هر اسمی میتونیم بزنیم، من برای اینکه مشخص باشه که دارم از کدوم ستون صحبت میکنم اینجوری اسم گذاشته کردم. خب این چجوری باشه اندازش؟ میگم ویدی این دو نقطه. یه دستوری داریم تو CSS به نام کلک که میاد حساب میکنه براتون. خب ویدی کلک پرانتز باز، یه پرانتز باز دیگه بزنم چون داخلش حساب کتابی دارم میکنم. ببینید کل این 100% اینو 100% کل صفحه میخوام تقسیم بر دو بشه دیگه که بشه نصف، چون یه دونه ببینید اندازشو اینو میخوام بگم این کل صفحه تقسیم بر دو کنیم میشه این دوتا. حالا نیا کنیم، پس بزنم 100% تقسیم بر دو، درسته؟ ولی یه چیزی هم که هست، من میخوام اون فاصله رو که این فاصله اینجاست که 60 پیکسله اینو حساب نکنه دیگه، این 60 پیکسله پس بره ازش کم کنه، پس کل این 100% به غیر از این 60% تقسیم بر دو، پس بیم اینجا یه منفی 60 هم بنویسم اینجا. فاصله منهای اینجا بین علائم ریاضیش فاصله بذاریم. خب اینو میذارم 60 پیکسل. این که از این سیمیکالون این تمام میشه. پس اندازه یک ستون یک از دومون درست شد. حالا ستون بعدیمون یه بار بیایم اینجا نگاه کنیم ببینیم. ببینید الان فعلا این دوتا رو ما درست کردیم، اینا هنوز درست نشدن. حالا بیم اندازه اینا رو درست کنیم. خب ستون بعدیمون اسمش بود چی؟ دات. دوباره یک از دو رو که درست کردیم میمونه یک از سه آف سه. خب آکولات باز بسته. یه باری که نگاه کنیم جدولمونو ببینی این اندازه چیزی بگیرم کل 100% این تقسیم بر 3 میشه دیگه، ولی این دو تا 60 پیکسل اینجا رو باید کم کنم، درسته؟ پس این 100% تقسیم بر 100% منهای دو تا 60 پیکسل تقسیم بر 3. خب پس میگم ویدیشو چقدر بگیره؟ دوباره دستور کلک که گفتم خودش حساب میکنه و اینجور فاصله بزنیم که بهتر بفهم. این 100%مون منهای دوی ضرب در 60 پیکسلمون، اون دوتا فاصله مونو دوتا 60 پیکسل فاصله بود. حالا اینو میخواد چکار کنه؟
تقسیم بر 3 کنیم. ببینیم چیکار کرد. این بود دیگه فایل ما. نکن این الان 3 تا رو تقسیم کرد. این یکی هم چون یک از 3 بود اولش رو اینا اعمال کرد. حالا این 2 از 3 مونده. اینو بعد درست کنیم. خب این چه جوریه؟ این 2 از 3 چیه؟ 2 تا از این یک دونه است. یک دونه 3 تایی است دیگه نه؟ پس میام اینجا می‌نویسم. خب دوباره توی سطرمون. خب ستون‌های 2 از 3 رو می‌خوام درست کنم. 2 آف 3. خب این اسمش میشه درست کنیم. خیلی خب ببینیم این چی رو تنظیمش کنم. میام میگم اندازه ویدیو اینو از اینو چقدر بگیره، دستور کلک و پرانتز باز. خب دوباره یه پرانتز باز بذارم. ببینیم میخوام بگم دو تا از این سه تا یا باید باشن، درسته؟ نکنیم دو تای این سه تایی هست دیگه. بیایم اینجا ببینیم این دو از سه ما دو تای این سه تایی هست، ولی این فاصله 60 پیکسل هم توش هست، درسته؟ چون این سه تایی ما من اگه فقط همین دو تا رو بگیرم این فاصله نمیگیره، واسه همین کوچیک‌تر میشه. من خب کل اینو بگیره، پس این 60 به اضافه این 60 پیکسله. خب اینو چجوری بنویسم؟ بنویسم دوی ضرب داره. حالا این 100% قبلیمون تقسیم بره منهای دوی همین این بالایی هم میخوام بنویسم دو تای این. پس 100% منهای دوی ضرب داره 60 تقسیم بر 3 منهای دوی ضرب داره 60 پیکسل و تقسیم بر 3. خب دو برابر اینه ما میخواییم. نه من توی پرانتز بنویسم دو برابر این. خب دو برابر اینو باید چیکار کنه؟ به اضافه 60 پیکسل خالیشم حساب کنه. حالا پرانتزشو ببندیم به این صورت. ببینیم چه جوری شد. خب یه بار بیایم اینجا کلکل بیم کل 2 از 3 کل 2 از 3 درسته. خب 2 ضرب داره این پرانتز باز 100% منهای 2 ضرب در 60 پیکسل تقسیم بر 3. اینو ضرب در... اینجا هم یک بار فاصله بذارم. خب اینجا هم یک فاصله بذارم. خب الان درست شد. دو تا از 3 تا. حالا بعدی رو میخوام درست کنم. بیایم دوباره اینجا نگاه کنیم. بعدی یه دونه از 4 تا یعنی کنیم. پس میگم یه دونه از 4 تا اینجا 100% صفحتون تقسیم بر 4 میشه. بعد این 60 تا رو کم میکنه ازش. پس 3 تا 60 تایی هم داریم که ازش کم میشه. خب برای این چی بنویسم؟ این فونتش رو یکم بزرگتر کنیم. صفحمونه یعنی. خب برای می نویسم دوباره دات رو دات دوباره کل
یک از چهار تا دیگه. و آپارات باز بسته. خب این ویدیوشو بیاد چجوری بگیره. میگم که کلک این که فرمولی ثابته خب پرانتز باز بسته و دوباره یه پرانتز دیگه بزنم 100% اینو 100% صفحه رو 100% صفحه منهایه. ببینیم بین علائم ریاضی فاصله بذاریم به خاطر اینکه بعد ایراد میگیره. ضرب داره 3 ضرب داره 60 تو 3 تا جا خالی داشته که 60 پیکسل خالی میمونه. پس میگم 3 ضرب داره 60 پیکسل. اینو چیکار کنه؟ تقسیم بر 4 کنه چون میخوام به 4 قسمتش کنم. بیایم اینجا نکن اینجوری شد همه اینا که یک در 4 بوده نکن همه درست کرد. حالا موندن این دوتا 2 از 4 تا. حالا چجوری میشه 2 از 4 تا؟ 2 تا از این 4 تا یاست دیگه با من های این با به اضافه این 60 پیکسل خالیشون. خب پس دوباره همین فرمول 4 تا یه رو اینجا این دفعه ضرب در 2ش میکنیم. پس برای بعدی رو دات کله 2 از 2 تا 4 تایی. اینو چجوری بنویسم؟ اینم میگم ویدش باشه دوباره کلک خب پرانتز باز این کیبورد من این مقدار مشکل ساز شده. خیلی خوب برای این مینوسم 2 تا 2 ضرب داره فاصله باز ضرب داره باز فاصله فرمول بالا یه دوباره مینوسم. ببینید 2 تا دوباره پرانتز 100 پیکسل 100% صفحه فاصله منهای دوباره فاصله 3 ضرب داره 60 پیکسل هم. خب اینو میام تقسیم برای 4. خب 2 برابر اینو حساب میکنم 2 برابر اینه تقسیم برای 4. اینا همه رو تو پرانتز بذارم. پس اینم کلش رو توی پرانتز بذاریم به این صورت. خب 2 برابر این فرمولمون 100 منهای 3 ضرب در 60 نکنید دقیقا این. خب اینو حالا 2 برابرشو باید به اضافه چی کنم؟ میخوام اون 60 پیکسلاش هم حساب بشه دیگه. به اضافه اون فضای خالی 60 پیکسلش کنم. بیا نگاه کنیم اینو نگاه کن این شد 2 تا از 4 تا. حالا 3 تا از 4 تا چجوریه؟ 3 تا از این فرمولی دونه از 4 تا به اضافه 2 تا از این فضای 60 پیکسل یعنی 3 تا از این 4 تایی ها 3 تا از این ستون های 1 از 4 به اضافه 2 تا 60 پیکسل هم. پس دوباره این همین منطقه میشه ای با تو ضرب داره به اضافه 3 تا 60 2 تا 60 پیکسل هم میشه. خب دوباره تو همین رو به خودم دوباره تو همین کلاس هستم و کل 1 کل 3 از 4 آکولات باز بسته.
اون تو اینجا چون قبلی دو تا از 4 تا بوده دیگه، این دفعه 3 تاش هست. ببینید 3 تا از این 4 تا یا میشه یه دونه از اینا، 3 تا از ایناست. پس ضرب در 3 میشه. 3 ضرب در همین فرمول که اینجا نوشتیم و به اضافه 60 پیکسل هم فقط یه چیزی که هست، دو تا فاز خالی دارم، پس به اضافه 2 ضرب در 60 پیکسل. یه باب نگاه کنیم ببینیم چی شد. نگاه کنیم به این صورت. خب این از این. حالا بعدش میام چیکار میکنیم؟ بعد که شروع کنیم به طراحی صفحمون، دیگه عناصرمون رو تو این سطح و ستون ها میذاریم. و این به الان نگاه کنیم، من میام تو صفحه خودم، صفحت رو میبینیم کوچیک کنیم. ببینیم ترتیب اینا به هم نمیخوره. پس خیلی مهمه که شما حتما بیان صفحه رو اینجوری بهش نظم بدین و سطح ستون براش بذارین. این جلسه تا همینجا فعلا کافیه. جلسه رو بعد شروع میکنیم به ساختن همین سایتی که بهتون گفته بودم، منتها به این از طریق این نظم قانون که درست کردیم و این اساس همین سطح این سایتمون رو طراحی میکنیم. خب امیدوارم که استفاده کرده باشی. اینو حتما تو خونه تمرین کنین، خیلی مهمه. بعد چون میخوام از این به بعد با استاندارد پیش بریم. و انشالله که استفاده کرده باشین دوستان. موفق باشین، وقت همگیتونم بخیر باشه. خدا نگهدارتون.